چرا گربم غذا نمیخوره؟ غذا نخوردن یا سوء تغذیه در گربه ها یکی از مشکلات شایع گربه هاست. بی اشتهایی اگر در گربه ها بیشتر از 48 ساعت طول بکشه، ممکنه اختلالات جدی برای حیوان به وجود بیاره. بعضی از گربه ها در مورد غذای مصرفی خود بسیار سختگیر هستند و در برابر غذاهای جدید مقاومت می کنند، به طوری که صاحبانشان مجبور به تهیه غذای دیگری می شوند. با بزرگ شدن بچه گربه یا بالا رفتن سن گربه های جوان، باید نوع غذای آنها را تغییر داد و حتی ممکن است به دلیل چاقی، دیابت یا مشکلات کلیه مجبور به تغییر نوع و جیره غذایی گربه بشید. پس بهتره که بدونید در این موارد با گربه های بد غذا چطور باید برخورد کنید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا بتونید سایر ویدیوهای ما رو در مورد تربیت و نگهداری حیوانات خانگی و پرندگان ببینید و لذت ببرید. وقتی گربه دچار بی‌اشتهایی میشه، به دنبال دلیلش باشید. ممکنه که در ناحیه دهان یا دندانها درد داره که باعث میشه جویدن و بلعیدن غذا براش مشکل بشه. در این حالت گربه میل به غذا و اشتها داره، اما به دلیل احساس درد و ناراحتی از خوردن غذا اجتناب میکنه. اگر به چنین مواردی برخورد کردید، حتما با دامپزشک مشورت کنید تا با معاینه حیوان علت درد تشخیص داده بشه و درمان بشه تا گربه بیچاره کمتر درد و گرسنگی بکشه. اگر زخمی در دهان و لثه گربه وجود داشته باشه، باید سریع درمان بشه. حواستون باشه که اگر گربه حدود 2 شبانه روز چیزی نخوره، ممکنه به دلیل جمع شدن چربی در کبدش دچار مشکلات جدی بشه. اگر گربه‌تون از روی بازیگوشی یا به خاطر جلب توجه یا حتی لجبازی غذای کمتری میخوره، این بی‌اشتهایی کاذب هستش و کم کم رفع میشه. نگران نباشید. گربه ها اگر توجه کافی از صاحب خود دریافت نکنن یا کلن از صاحب خود دور باشند، افسرده میشن. البته گاهی به هم خوردن تعادل هورمونی یا مشکلات فیزیولوژیکی نیز به افسردگی گربه ها می انجامد که از اولین اثرات اون کم اشتهایی گربه هستش. ترس یکی دیگه از شایع ترین دلایل بی اشتهایی در گربه هاست که ممکنه در اثر صداهای بلند مثل صدای بوق یا آژیر آمبولانس یا ماشین آتش نشانی یا صدای رعد و برق و صاعقه برای حیوان ایجاد بشه. بچه گربه ها ممکنه که از یه سگ یا یه گربه ای که در اطرافشون هست هم بترسن. اگر به هر دلیلی احساس عدم امنیت بکنه گربه یا دچار استرس و اضطراب بشه، هم ممکنه بی اشتها بشه. گربه ها نسبت به بو بسیار حساس هستند و کلن وسواسی هستند. اگر ظرف آب یا غذای اونها بو بده، از نزدیک شدن به ظرف و خوردن آب و غذا اجتناب می کنند. ظروف پلاستیکی پس از مدتی بوی غذا رو به خود می گیرن و با شستشو هم این بو از بین نمیره. پس حواستون به ظرف غذای گربتون باشه. اگه بو گرفته حتما عوضش کنید. گربه ذاتاً گوشت خاره و در طبیعت بعد از شکار معمولاً همون موقع شکارشون میخوره. پس بعضی از غذاها رو گرم دوست داره بخوره. اگر براش غذای خونگی تهیه میکنید، تا هنوز خیلی سرد نشده بهش بدید بخوره تا از خوردنش لذت بیشتری ببره. با افزایش سن گربه حواستون به نوع غذاش باشه. بچه گربه ها معمولا بین 6 تا 8 هفتگی از شیر گرفته میشن و میتونن کم کم غذای جامد بخورن. اگر بچه گربه تازه از شیر گرفته شده غذا نمیخوره، میتونید از غذای خشک با شکل و اندازه متفاوت استفاده کنید. غذای مرطوب و غذای خشک رو با بافت‌ها و شکل‌های مختلف، مثلا غذایی بدون تکه‌های درشت و کاملا نرم شده یا به صورت خورشتی یا آبگوشت یا غذای خشک با شکل مثلثی، غذای خشک با شکل گرد بهش بدید. اشتهای گربه به شدت تحت تاثیر بویایی گربه هستش، پس حواستون به بوی خوب غذا باشه. در سن بلوغ و یا در دوران بارداری هم باید غذای متناسب با نیازهای گربه در اون شرایط تهیه کنید.
اگر گربه شما پیره، حتماً باید غذای متناسب با سن و بیماری‌های احتمالی حیوان رو بهش بدید که بهتره طبق نظر دامپزشک آشنا با شرایط گربه‌تون باشه. گربه ها بسیار کنجکاو و بازیگوش هستن و ممکنه به غیر از مواد غذایی چیزهای دیگه هم بخورن و باعث مسمومیتشون بشه و در نهایت به سوء تغذیه منجر بشه. از جمله مواردی که باعث مسمومیت گربه های فضول و کنجکاو میشه، میتونیم به مرگ موش و برخی از گل ها و گیاهان خانگی که ممنوع هستن برای گربه ها و حتی داروهای انسان اشاره کنیم. در مورد گیاهان ممنوع برای گربه ها ویدیویی در کانال داریم که حتما ببینید تا جون گربتون در امان باشه. لینکش درباره صفحه و در توضیحات این ویدیو قرار داره. بچه گربه ها ممکنه کاموا، کش مو یا هر شیء دیگه ای رو ببلند و در معده یا روده اونها گیر بکنه که خیلی خطرناکه. گربه ها همچون کودکان گاهی دچار دلدرد، اسهال یا استفراغ میشن که منجر به کم اشتهایی میشه. این موارد معمولا بعد از چند ساعت یا یک روز برطرف میشن. وجود انگل های روده ای در گربه ها از دیگر دلایل بی اشتهایی آنهاست. این مورد حتما باید با آزمایش خون توسط دامپزشک تشخیص داده بشه و درمان بشه. بعضی از گربه ها در دوران جفتگیری بی اشتها میشن و به طور کامل از خوردن غذا خودداری میکنن. در این موارد جای نگرانی نیست و معمولا گربه خیلی زود رو به راه میشه. در اوایل دوران بارداری هم گربه ها نسبت به غذا خوردن بی میل و بی اشتها میشن که با عادت کردن به وضعیت جدید خود، یعنی همون وضعیت بارداری و افزایش نیازهای تغذیه‌ایشون، به روال قبل برمیگردند و حتی غذای بیشتری هم میخورند. پس نگران نباشید. یک سری عملکردهای اشتباه صاحبان گربه ها انجام میدن که باعث بد عادت شدن گربه ها میشه. در اینجا به اونها اشاره میکنیم. اگر بچه گربه ها از اول با جیره غذایی یکسان بزرگ بشن و دسترسی نامحدود به غذا داشته باشند، بد عادت میشن و اگر جیره غذاییشون رو بعد از مدتی تغییر بدید، براشون سخته و به شدت مقاومت میکنن. لازمه که بچه گربه ها از همون دوران کودکی با انواع غذاهای سالم در ارتباط باشن، غذای خشک و کنسرو با طعمهای مختلف مرتبا براشون بخرید و همیشه به مقدار غذای مورد نیازشون دقت کنید و هیچ وقت بیشتر از میزان نیازشون غذا در ظرف غذاشون نریزید. اگر ظرف غذای حیوان رو همیشه بیشتر از نیاز واقعیش پر کنید، باعث مبتلا شدن حیوان به دیابت و چاقی میشید. تغذیه مداوم با غذای خشک هم باعث افزایش ابتلا به مشکلات دستگاه گوارشی در گربه میشه. بهتره در طول روز چند وعده غذایی و هر بار به مقدار لازم غذا در ظرف گربه قرار بدید. اگر حیوان تمایلی به خوردن غذا در یک وعده نداشت، ظرف غذا رو خالی کرده و در زمان وعده غذایی بعدی براش مجدد غذا بریزید. برای تغییر نوع غذا باید بسیار صبور باشید. اگر حیوان غذای جدید رو نخورد، اون رو بردارید و در وعده بعد که گرسنه شد بهش بدید. یکی از بهترین روش‌ها برای تغییر عادت بد غذایی، تغییر آهسته رژیم غذایی هستش. برای این منظور قبل از اتمام کامل غذای قبلی باید اقدام بکنید و این کار حدود یک هفته تا 10 روز باید به تدریج انجام بشه. هر روز حدود 10% از غذای قبلی کم کنید و 10% از غذای جدید اضافه کنید تا هم حیوان مقاومت خاصی از خودش نشون نده و هم دستگاه گوارش فرصت داره تا خودش رو با غذای جدید منطبق کنه. اگر غذای سرد به گربه دادید و نخورد، در وعده بعد غذا رو گرم کنید و بهش بدید. بعضی از گربه ها دوست دارن در سکوت و تنهایی غذا بخورن و برعکس، بعضی از اونها دوست دارن همراه شما و با خانواده غذا بخورن. پس دقت کنید که گربه شما در کدوم گروه قرار داره. غذاهای خشک و کنسروی بعد از مدتی طعم و عطر خودشون رو از دست میدن و حیوان رغبتی به خوردن اونها نداره، در حالی که وقتی همین غذا تازه بود بسیار مورد علاقه و توجهش بود. اگر تجربه‌ای در خصوص بی‌اشتهای گربتون دارید، حتما در کامنت ها برامون بنویسید.